با فراخبر با من یماسی خوش آمدید در این برنامه خشونت و آدم کشی با سبک مخالفان سیاسی با وجود حفظایش حملات انتحاری چرا تعریف واضح از دوست و دشمن وجود ندارد جنایتکارا کارا، کسایی که دشمن های افغانستان هستند و خاینین به ارزش های و دینی کشور ما هستند تحت هر نام تحت نام تحت نام انتحاری به هر نامی که هست یک جنایت نابغ شدنی را انجام داد. افشاگری معشوقه پیشین رئیس جمهوری فرانسه از خیانت اولاند و جناه چپ سلام و وقت شما بخیر امنیت ملی افغانستان شبکه حقانی را مسئول حمله خونبار انتحاری در میدان والیبال در پکتیا خواند شامگاه روز یکشنبه یک فرد انتحاری خودش را در میدان والیبال در منطقه یحیی خیل ولایت پکتیا منفجر کرد که در نتیجه بیش از 50 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند از آغاز به کار حکومت وعدت ملی هر روز شمار حملات انتحاری در حال افزایش است اما حکومت جدید تا هنوز تعریف دقیقی از دوست و دشمن ارائه نکرده است در این حال امروز باز هم در یک انفجار در کابل دو سرباز نیروهای آمریکایی کشته و دو غیر نظامی زخم برداشتند از سوی دیگر در یک انفجار در ولایت کندز شش غیر نظامی کشته شدند و شش تن دیگر زخم برداشتند اما واقعیت وضعیت به کدام سو می رود. با روشن نشدن بحث دوست و دشمن مردم تا چه وقت قربانی خواهند شد و چرا حکومت جدید با عوامل ناامنی جدی برخورد نمی کند نظیف عضو مجلس نمایندگان و احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی برای بحث بیشتر با ما هستند ممنون عزیز خیلی خوش آمدید آقای سیدی تا چه وقت باید مردم این گونه قربانی شوند بسم الله الرحمن الرحیم خدمتی صاحب شما و دوستا سلام دارم متاسفانه جنگی تماما عیار علیه تمام مردم افغانستان که سازماندهی شده از کوپایه های پامیر، پکتیا، پکتیکا، هرات، مزار و همه ولایت افغانستان قربانی میگیره اما مردم افغانستان در یک حالت سردرگمی، یس و ناامیدی به سر میبرن هر کس فرزندش که صبح میره به طرف مکتب امید نداره که چطور پس میایه اگر خواهرش میره اگر برادر میشه این وضعیت خیلی تشویش آور و خیلی کشنده است و از طرف دیگه حکومت افغانستان هم متاسفانه تعریف مشخصی از دوست و دشمن نداره گاهی در گذشته برادر میگفتن مخالف سیاسی دشمن مردم افغانستان بنان مردم افغانستان قربانی علت دومش میشم است که انگیزه را زمامداران ما در وجود مردم کشتن بی که با تعریف های غلطی که از دشمن کردن قوات های مسلح ما با همه افتخارات که می آفرینن حال مانند شیری بیدندان هستند فکر میکنن که به گپ کی بکنیم حرف کی درست است دشمن کی است دوست کی است ما به یقیدی هستم که هر کس آدم میکشه هر کس انتحار میکنه حرف فرد دشمنی مردم افغانستان است نه فی سیاسی نه برادر نه کم و زیادتر اما حالا اگر ما به اصل حرکت بیازیم که چون حکومت راجع این مبارزه برنامه ای نداره بنا بر ما در افغانستان حالا باید حکمت مردم انگیزه بده حکمت مردم رهبری کنه و بگوید مردم 90 فیصد مردم طالبا رو جنگی کسایی که میجنگن دشمن خود میدانند ولی مورهای در داخل نظام وجود داره که حرف های زینا، تملق زینا، چاپولوسی های اینا دسبوسی های زینا به دشمن های مردم افغانستان باعث ازید شده که هر روز مردم ما قربانی بتن و ما زمانداران ما چی میگن؟ این عمل تقوی میکنیم ما هم ما و شما برای شهیده جنت برای زخمی ها شفای آجل بخواییم ای از حرف ما ای از زمامداران ما که به الفاظ قوی تقبی کرد پس آیا ما تا قیامت بشینیم که دولت تقبی میکنه این رای حل است؟ خانم زکی فکر میکنین اشرف و عبدالله عبدالله برنامه دارن برای حل این مشکلی که هر روز در حال بیشتر شدن است و جان مردم را داره میگیره؟ به نام خدا سلام تقدیم میکنم به شما آقای سیدی و بندای محترم برنامه به نظر ما یقینا چون حکومت جدید است اردو رهبر با یک تعهدی که به مردم افغانستان دادن در دا جریان کمپاینشان اینا حتما برنامه دارند در قبال تمام مسائل ام امنیتی و هم ام ولی کجا است هر روز مردم دارن قربانی میشن از کابل تا پکتیکا از کابل تا کندوز در تمام جاهای افغانستان عملا شما انفجار و انتحار دارین آه اگر آه دقیق بنگریم اگر اینا کدام برنامه دفتن ندارن برنامه است قبل در وزرای سکتور امنیتی وظایفشان برشان داده شده لایحه وظایف دارن قانون پیشانه است اجراات باید اینا مطابق هم صلاحیت هایشان که اس باید اینا اجراات کنن حالا اینا منتظر بشینن که رئیس جمهور فرمان بده که تو دهی سیدی میگن که امن... مانند شیر بدندان شده نیروهای امنیتی چون ما در رده های نخست نظام کسی نمیگذاره که با آقای سیدی دارم حرفشان نظرشان محترم است بر ما ما برتان میگم وزارت دفاع وزارت داخله ریاست امنیتی ملی اینا وظایفشان است اینا منتظر به هیچ کس نشینن که کسی به اینا ادایت بده اینا وظایف مشخص است تمام صلاحیت ها در اختیارشان است اینا باید خودشان کشف کنن گرفتار کنن عمل کنن بزننشان چرا اینا منتظر کی هستند دشمن هر آن کسی که به مردم افغانستان را به قتل میره به میرسونه او تروریست است و دشمن مردم پس چرا این نیروها کار نمیکنن اگر این گناه است نیروها شما ببینید که جنگ شکلش تغییر خورده فعلا جنگ جنگ جبهایی نیست اگر جبهه معلوم باشه که دشمن دهی سنگر است دهی چورایز دهی از دهی پشت است اینا ای ای میرن ولی دستانه عملا پناهگاه دشمن معلوم است پناهگاه دشمن معلوم است این معلوم است که از کجا میاد این را بارها ما گفتیم که لانه های توریسم لا حامیان توریستا خارج از سرحد افغانستان است یک بحث کلان است که باید با حامیان توریستا مذاکره شود از طریق سازمان ملل متحد از طریق شورای امنیت باید فشار آورده شود و حالی که امریکا یک متحد استراتژیک افغانستان است و پیمان امنیتی هم از طریق مجلس نمایندگان به امضا تایید شد و تصویب رسید و انقریب هم, هم از مشران جرگه هم تایید میشه و به زودترین فرصت به منصه اجرا قرار داده میشه اینا باید با تعهدات که با مردم افغانستان دی زری دی باید اینا با از مردم افغانستان دفاع کنن از مردم افغانستان که همه روزه قربانی میگیره اینا حمایت داشته باشن که ما فعلا ما نمیتونم بگیم که رهبری افغانستان فعلا وزرای سکتوری موجود است همگی کار میکنن یعنی شما ظفر در رده های پایین نظام میبینید ما فقط بله. هر کس که وظایف بر تفویض صلاحیت شده تفکیک مشخص است کی کشف کنه کی گرفتار کنه کی عمل کنه کی مجازات کنه این مشخص است باید اینها وظایف خود درست بشناسن و صادقانه وظایفشان تا یک روزم که دیگه کرسی هستن اینا با مردم افغانستان مسئولیت دارن اینا دو طلبانه به هزارها واسطه و وسیله مقرر شدن گرفتن چوکیاره و چرا با مردم افغانستان خدمت نمیده چرا دشمن مردم افغانستان یا برادر خطاب میکنن یا یک این در رأس نظام حالا رئیس جمهور میگه که مخالفان سیاسی هستن طالبان گپی رئیس جمهور به جای خودش است مگر مسئولین باید اجرات خود کنند کسایی که مسئولیت داره ما که در یک بخش مسئولیت دارم من باید صادقانه وظیفه خود پیش ببرم اینا در اختیارشون صلاح تجهیزات تمام کمک های هوایی فعلا از از نوتو از ایالات متحده آمریکا. چرا اینا در هر جا کشف نمیکنند چرا اینا ضربه نمیزنند دشمنه که هر روز اینا داخل تا کجا میرسن اینا ذریعه کیها میاین به داخل دفتر تا, تا داخل قرارگاه ها داخل شهر کابل و بعد تمام جایی که اینا دشمنا خواسته باشه اینا داخل میشن یاره بسم الله کنن بفرمایید کشف کنن ارگان های کشفی ما چرا فعالیت نمیکنن چرا میلیون ها میلیون ها دلار پول کشفی داریم پول اپراتیفی داریم چرا استفاده نمیکنن از ابو بنف مردم افغانستان که دشمن ها کشف کنن این ما گفته نمیتونیم که یک رئیس جمهور به تنهایی چی کنه با سکتور امنیتی ما باید کارای خود پیش ببره آقای سیدی رئیس جمهور به تنهایی کار نمیتونه حالا زف در رده های پایین به ویژه در وزرای سرپرست از از اون پایین که کار خودشان را به خوبی انجام نمیتنان چنان خانم زکی میگن ما از رئیس جمهور توقع نداریم که کلشین بگیره و راکت به سر شانه خود کنه یا ما از رهبری دولت افغانستان توقع رو نداریم که تفنگ بگیره و راکت بگیره به مقابل کنه با دشمن ما ای توقع داریم که طرح برای دفاع مورال دادن مردم مورال دادن قوت های مسلح ما باید خانم زکی میگن ضعف در اونجا نیست است که وزرای سرپرست کارشان را به خوبی انجام ندادن و در رده های ببنید. پایین ضعف از برای کشف و دفع حملات مخالفان قابل احترام است اما اون چی که من باور دارم دشمن بیرم است بیرم است قاتل است باید در مقابل قاتل و بیرم مقابله قوی و نیرومند صورت گرفت ما به تزرع و زوری نمیتونیم این کشور از چنگال بدبختی خلاص کنیم ما افغانستان خانه مشترک همه ما اگر از شمال هستیم اگر از جنوب هستیم اگر از شرق هستیم، از غرب استن. این خانه مشترک به دفاع مشترک. به باور مشترک به اندیشه مشترک ضرورت داره نه با این اون اما چیزی که بسیار من سرش تاکید میکنم بعضی ها دستن در کارال سیاست در رهبری دولت توقع دارن که امنیت خانه ای ما رو را راهل شریف بگیره یا نواز شریف بگیره ما هرقدر به مولوی فضل رحمان دستبوسی کنیم دسبوسی کنیم این افغانستان خانه ای ما است ما باید بر امنیتش تصمیم بگیریم ما باید از همسایه ها توقع نکنیم که اونا بیاین گل های سرخ نصار ما کنن به خاطر امنیت این سیاست غلط است چیزی دیگر که من می میخواهم به شما بسیار تکرار کنم و سرش بحث میکنم این است که دشمن رحم نمیکنه هرگز رحم نمیکنه دشمن آقای زیدی مشخصا مشکل اساسی در این است که دوست و دشمن تعریف نشده یا واقعا در رده های پایین که کارشان را در بحث امنیت یک و دو سال پیش حرکت های خودی مردمی آغاز شد علیه طالب ولی متاسفانه دولت اونا رو رهبری و مدیریت نکرد خونسا شدن شما من امیل به قوات های مسلم میگم من هیچ ندیدم که پوسته از قوات های یا فرد از قوات های مسلح ما بیرق سفید طالبار به شاره کرده باشه تسلیم شده و تا آخرین پای جان جنگیده به خاطر وطنی خود ولی به یک مورال ضرورت است یک... یعنی با یک تعریف مشخص ضرورت است که چرا این تعریف بخان... وجود نداره الاتی است که متاسفانه بعضی کسانی که در داخل نظام هستند گاهی فکر میکنن که این جنگ جنگ قومی است گاهی فکر میکنن که این جنگ جنگ زبانی است خیال میکنن فکر میکنن که این جنگ طرف یک طرف است در حالی که این جنگ علیه مردم افغانستان است و مردم افغانستان است که اضافه تر از 90 فیصد این مردم ای جنگ از این جنگ نفرت دارند و آدم کشا را دشمن خود میدانند ولی در پهلوی سیاست گذاری ها یک مورال یک قوی بودن یک نیرومندی وجود داره ما با تزرو و زوری به دست گرفتن به دست موچی کس نمیتونه دهی کشور امنیت بیاره خانم زکی حالا چرا دوست و دشمن واضحی نیست در حرف سیاست مداران افغانستان دوست و دشمن کاملا واضح است ولی رئیس اجرایی میگن که واضح نیست و باید حکومت وعدت ملی تعریف دقیق از دوست و دشمن را بکنن شما ببینین که اینا موضوع سیاسی نسازن دشمن واضح است هر کسی که در هر جایی که جنگ میکنه علی مردم علی سرباز علی اردو علی پلیس علی مامور و مردم ملکی ما اونا نمود،, نمود ما دشمن تعریف میکنم هر کسی که علی ملت بلد... شما تعریف میکنید بله. ولی تعریف شما فرق داره با کسی که در رأس نظام است و کسانی که قدرت به دست دارن آلی ما منتظر نشونیم که اونا تعریف دارن یا ندارن خب ما وظایف خود پیش. پیش ببریم طرحهای امنیتی از طرف مسئولین امنیتی طرح میشه طرحها به از طرف از یاد داده میشه اینا ولی شما شاهد هستین که این نیروهای امنیتی آل... بازداشت کردن کسانی را که در حملات تروریستی دست داشتند ولی امین سیاست مداران اونها را از زندان ها رها کردن بله او نتیجه بحث... کار امین بوده گذشته بود ما میگیم ولی حالا چی... چی... تغییر کرده خان زکی مگم برنامه باید تغییر کنه آل نظام ولی جدید آیا تغییر است. کردن ما منتظر از این که بخیر کابینه جدید بیا افراد چهره های جدید چهره های دلسوز کسایی بیا که اونا اگر یک روز در یک پست باشن اونا فکر کنن که امنیت خانه خود میگیرن افغانستان ما نیست یک خانه خود تشبیه کنن نه اینکه بگن که من برای یک هفته هستم سرپرست این سرپرست به خاطر مسائل بس دیگه است مگر تا وقتی که معاش میخورند از بودیجه و از بیت المال ای وطن معاش میخورند امتیازات دارن باید اینا از کار کنن زحمت بکشن و خصوصا در عرصه امنیت که مهمترین کار فعلا در شرایط فعلی افغانستان امن آوردن امنیت یعنی شما میگین که بس تعریف دوست و دشمن واضح است خانم زکی بس دوست و دشمن که اگر رهبری ما کدام پروگرام و برنامه دیگه داره مگه کاتگوریای پایان با کار خود پیش ببره هیچ وقت نه شما فکر میکنید در دا رأس نظام بس دوست و دشمن واضی است در حال بله چرا دوست و دشمن واضی نیست واضی دوست و خب دشمن طالبان دوست را چه تعریف کرده این دشمن این حکومت گفتم هر آن کسی که علی مردم جنگ میکنه من تروریست میگم هر کسی که مواد انفجاری میکنه ولی رئیس جمهور میگه که طالبان مخالفان سیاسی هستند بعضی طالب علایده است طالب یک نام مقدس است جداست مگر تروریست جداست او طالبی که در مدرسه درس میخوانه او این طالبانی که, که مسئولیت برخی از این عملات را میگیرند و بیشتر این عملات را که در پکتیکا شبکه حقانی هست این یک شبکه تروریستی است که در سطح جهان به نام شبکه تروریستی اعلان شده مگم ما ما این باید این ما نگویم که رئیس جمهور چرا گفت زد رئیس جمهور شاید برنامه ای داشته باشه که بخواهد که به سال و مسالمه باید مسالمه اینا بیاین بشینن بالای میز مذاکره مگم قوات های نظامی ما باید عملیات های خود انجام بتن کشفیات خود انجام بتن این منتظری ای نباشن که کسی برشان باید تو عملی فکر نمیکنم رئیس جمهور گفته باشه, نگف... گفته باشه که تو عملیات نکو و برشون صلاحیت ها در پیش آن است باید اینا عملیات کنند دشمن از هر جا و باز هم مردم افغانستان امو خیزش که قبلا داشتن د مقابل دشمن خودشان هم اقدام کنند این دشمن ها را همکاری با نیروهای امنیتیشان خودشان هم باید د مقابل چنانچه که امروز ما که خانم در ولایت فرا یک تعداد توریستا از بین برد که من افتخار میکنم با او تبریک بگم و با مردم افغانستان و با زنای افغانستان که واقعا شجاعت دارن غیرت دارن که در کنار برادرایشان انتقام فرزندشان میگیرن آقای سیدی واقعا تعریف دشمن واضح است موافق هستین با خانم زکی و اینکه رئیس جمهور با مخالفان سیاسی خواندن میخواد به صلح برسه اگر ما سخنان جناب آقای کرزی که برادر میگفت آقای دکتر قنی که مخالف سیاسی آقای دکتر عبدالله و جنرال و دوستم دشمنی مردم افغانستان میگن اگر این حقایق ما به روی پرده بیاریم و بشنویم حکومت تعریفی مشخصی نداره و دست طرف دیگه برالوی که نداره به باوریم ترهی برای دفاع از وطن ترهی به خاطر از این که با چی شوه با دشمن مقابله کرد از کدام را و از کدام داری ترهی وجود نداره از حکومت وعدت ملی تقریبا دو ما میذاره به تا نشنویدم که حکومت یک طرحی را ارائه کرده باشه که در 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 چوکات اون طرح قوات های مسلح ما بتونن از کشوری خود دفاع کنن درست است قوات های مسلح ما مورال دارن قوات های مسلح ما وطن دوست هستن ولی به یک انگیزه ضرورت دارن اگر من عسکری باشم در بدخشان یا در کنه چی یا در انگیزه را گرفته از نظام افغانستان ببینین در گذشته هم دولت از دوست و دشمن تعریف مشخصی نداشت حلقه های در داخل نظام وجود دارند که به نام سمپتی میکنن طالبه سمپتی میکنن تورسته. حلقه های وجود داره که در مقاماتی بالاتر وجود دارن بنان مردم افغانستان در حال حاضر برای انگیزه ضرورت دارن اما این را تکرار میکنم از نگاه در دیگه دنیا حرکت ها از پایین آغاز میشه ولی مردم افغانستان ما با ناتوانی هایی که دارن باید دولت این انگیزه را ایجاد کنه انگیزه دفاع انگیزه مبارزه با توریسم من یک چیز به شما میگم امروز از طریق رسانه شنیدیم به شما رسانه شما که این کار گروه حقانی کرده، من عرض میکنم گروه حقانی کسی است که به آیسای پاکستان پیوندی ناگسستنی داره هم طرها را هرگز بدون آیسای پاکستان گروه حقانی نمیتونه انجام داده نمیتونه دولت افغانستان باید به مقامات پاکستانی بگوید که این حقانی در شاه است همچو کاری را میکنه شما چی میکنیم مقامات پاکستانی تا این با تمام و یک تعریف واحدی نرسیم تا قوتها خود خود مردم خود مورا نتیم هر کس انتظار که صبح بچه به مکتب میری شاید جنازه ایش بیارن اگر همی پنجاه شست نفری که امروز کشته شد خدا نخواسته خواسته اینا خو نیستن اینا خو انسانهای هستن ای بودن. خیلی جای تاسف است شما امروز رفته بودم ما به 400 بستر نصف از اینا پاهایشان قطع شده نصف دستایشان قطع شده تا چی وقت مردم ما انتظار باشن که دشمن ما رو کی میکشه و تا چی وقت مولوی فضل رحمان قمنده میته که ما را حلال کنه خانم زکی حالا اگر منشه اصلی در پاکستان از رئیس جمهور به تازگی از پاکستان برگشته خب دستاورد و نتیجه سفر رئیس جمهور چه بوده از پاکستان به نظر من پاکستان بارها 20 بار که رئیس جمهوری اسبق سفر کرد ملاقات کرد مذاکرات کردند دید و دیدا کردند اونا هیچ وقت در تعهدات چون در پیمانایشان در امو سخنایشان هیچ وقت صادق هم نیست به مردم افغانستان هیچ وقت وفادار هم نیست در طول 13 سال اخیر و قبل از او جنگ های 35 سال 40 سال اخیر در افغانستان همه گیش منشش از پاکستان است و حامیای های در پاکستان است و حکومت پاکستان است شما ببینین و تمام مردم جهان هم این آگاهی داره های تروریسم در کجاست در افغانستان خو نیست از پاکستان میه مواد انفجاری از کجا می از پاکستان میه و سرکرده القاعده بن در کجا کشته شد در پاکستان نتیجه سفر رئیس جمهور که بتازگی از پاکستان برگشته چی اما فکر میکنم که بعد به دوام امو سفر های رئیس جمهور اسبق به این رئیس جمهور هم شاید یک چند تعهدات کرده باشند و چند گپای شیرین گفته باشند و ما دوستتان و برادر هستیم و بالاخره اون از طرف برمان روان کرده رئیس تروریست‌ها را دیگه ولی چرا باید به این سیاست تزرع آمیز ادامه داد اگر تزرع هم نباشه تزرع هم نشوه و ما با کشور پاکستان جنگ اعلان کرده نمیتونیم به خاطر که ما پس باید منتظر باشین که هر روز انتحاری بیاید و فرزندان این کشور را بکشند باید ما خودمون دست به کارش مردم مثلا چه کاری به کارش قوای ما در حد توانی که داریم توانایی که داریم چیزی که دوست در دوستمون سلام و مهماتی که خب شما بیشتر گفتین که با پاکستان نمیشه مقابله کرد نه با چیزی که وطن از خود باید خود دفاع کنیم ما خود نمیتونیم با یک کشور اتمی بریم جنگ کنیم با یک کلاشینکوف و با یک آر پی جی ما سیاست تزرر چه باید, باید ما کرد؟ از راه های دیپلماتیک باید فشار آورده شود تو که حال کشورهای آه، ناتو و ایالات متحده ای آمریکا خود دوست افغانستان میدانند در 13 سال زیده هستند در قضایای افغانستان باید اینا دست شون اینا فشار بیارن معلوم است که افغانستان ایم ای تروریست ها افغانستان این طرح های کلان تروریستی افغانستان ریخته نمیشه این خاص بیرون ها. هر روز به شکل از اشکال تغییر میتن شیوه جنگ های خدا خوب باید چی باید کرد در برابر این سیاست ها رهبری دولت افغانستان یک تصمیم بگیرن هر رهبری افغانستان تصمیم قاطع بگیرن ترهای بسیار جدی باید اینا وضع کنن و تایی که مردم افغانستان از این بدبختی خلاص شوه به خاطری که مردم افغانستان بسیار خسته شدن ما با امید از بودیم که امروز یا سبا سال میاد افغانستان ما دیدیم که بدتر شد باید یک تصمیم قاطع گرفته شوه و, و با, با, با گفته شما با زاری و تزرع هم نمیشه لیکن راه راههایی که در سطح بین المللی لازم است از امور راه ها باید کار گرفت آقای سیدی نتیجه سفر رئیس جمهور به پاکستان چی بوده افزایش این عملات یا مسئله دیگر ما میدانیم که مشکلی ما در منطقه زیاد وسیع است مداخله پاکستان زیاد وسیع است ما امید نداشتیم و هم نداریم که با رفتنی یک شب یا دو شبیه رئیس جمهور افغانستان پاکستان دست از مداخله برداره کسانی که این آرزو را دارن غلط میکنن شناختی از پاکستان ندارن از استراتژی پاکستان ندارن ولی ما در حال حاضر باور می است که مردم افغانستان اکثریت مردم افغانستان میدانن که کسانی که انتها انفجار میکنه دشمن است دوستی ما نیست بنابراین مردم افغانستان با یک انگیزه ضرورت دارن با یک مورال ضرورت دارن که حکومت سیاست ها خود به او ما مردم افغانستان نمیفهمیم که حکمت در مقابل دشمن چی طرحی داره در دفاع مردم چی میکنه من شخصا نمیفهمم گرچه من شنیدم حکومت ولایت بیلی گفت ما به زودی طرح امنیتی را آماده میکنیم ما اگر اگر ما باور دارم که جناب وکیل صاحب تا الان همین طرح پارلمان باشه که اینا چی طرح دارن چی فیصله دارن بنابراین سیاست دفاع از وطن به پشت درهای بسته نمیشه سیاست با عذر نمیشه مردم افغانستان با این حکومت رای دادن حق دارن از دفاع کنه و متوجه باشین که اگر حکمت در راوردن امنیت تعلل کنه و بیشتر مردم کشته شه باز مردم به جای خواهد رسیدن که به حکومت بگوین که از ما اگر دفاع کرده نمیتونین مزای میمانشه خانم زکی تا چه زمانی این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد گنگ و مبهم ماندن دشمن و اینکه خب معلوم نیست روش حکومت در برخورد با دشمنان چی خواهد بود زمان شما گفته نمیتونم مگر ما امیدوار هستم که رهبری جدید با آمدن کابینه جدید باید یک تغییرات بیا و دکترین نظامی ما باید قبل از اینکه ما کابینر داشته باشیم دکتری نظامی ما موجود است باید اینا طرح های داشته باشن اینا طرح هایشان ببرن به حکومت به رئیس جمهور و رئیس اجرایی که اینا منظور شوه اینا کارهای خود مطابق هم طرحشان اینا منتظر ششتن که در جای ما کسی دیگه می او باید کار اجرا کنه باید اینا نه منتظر نباشن شما فکر عذر عذر. با تغییر در کابینه مشکل حل خواهد شد فکر نمیکنم و اگر تغییرم بیا دکتری نظامی ما همگی عموم مردم است کس تغییر نمیخوره فکر نمیکنم کس از کجا خوره. باید تغییر داد وضعیت وضعیت اینا با یک تصمیم قاطع باید با یک درایتی که دارن با تعهدی که به مردم افغانستان دارن باید اینا وضعیت امنیتی افغانستان ته کنترل خود بیارن ده غیر از او مردم دیگر شاید مردم عزیز بیشتر برای بخاطر هر روز ما کشته میتیم. تیم روز روزی که ما در افغانستان مردم ما به شهادت میرسه از 50 بالاتر است ممنون با واخای سیدی کوتا ما تمی سالی که گذشته اضافه تر از 9000 قوتای مسلح ما قربانی دادن شهید دادن بنان اینها مورال داره ولی زمامداران مرال قوای مسلح ما را ضعیف می سازند با تعریف های غلط خود سپاس گزار از شما احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی و نظیف فزکی عضو مجلس نمایندگان ممنون از شما در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید خدا نگهدارتان معشوقه پیشین رئیس جمهوری فرانسه میگوید از آنجایی که فرانس و اولاند وعده های اصلاحات را اجرایی نکرد رای دهندگان جناح چپ حس می به آنها خیانت شده و محبوبیت اولاند به شدت کاهش یافته است تریوایلر 49 ساله که زمانی بانوی نخست فرانسه خوانده شد. در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی گفته رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند فردی خودخواست و گاه اوقات حقیقت را تغییر می دهد و ای که هفت سال رابطه عاشقانه با اولاند داشته می گوید انتشار کتاب من به هدف انتقام جویی و یا تخریب او نیست بلکه من قصد دارم خودم را بار دیگر بسازم تری وایلر در کتاب جدیدش با عنوان برای این لحظه از شما متشکرم فرانسوا اولاند را به خاطر توصیف فقرا به بیدندانها به بیاعتنایی متهم کرد وی در این مصاحبه میگوید سیاستگران اگر خودمحور و یا در بیان حقایق خصیص نباشند هرگز رئیس جمهور نمیشوند از نظر من فرانسوا اولاند بیشتر از رؤسای جمهور دیگر مقصر نیست معشوقه پیشین اولاند در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد به عقیده من سیاست فرانسه ضد زنان است و قطعا سیاستمداران زن در کشور با مخالفت های روبرو می شوند از طرف دیگر رسانه های فرانسوی به مردم می گویند که کتاب مرا نخرند و نخوانند اما واقعیت این است که این کتاب پرفروش شد چرا که مردم می حقیقت را بدانند والری وایلر حدود یک سال و نیم به همراه اولاند در کاخ الیزه زندگی کرد و پس از افشاگری یک مجله در ماه جنوری از روابط پنهانی اولاند با ژولیگیه و دو ساله وای به این رابطه پایان داد ژولیگیه بازیگر فرانسوی و دو ساله است که به صورت مخفیانه با اولاند رابطه دارد